سلامی گرم و صمیمانه. سهیلا دالمه هستم با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشید. در حالی که چند روزی به سال روز قتل مهسا، ژینا امینی و انقلاب زن زندگی نموده، خانواده ها و مردم در حال تدارک و سازماندهی برگزاری مراسم های یادبود مهسا و عزیزان جانباخته هستند و جمهوری اسلامی با چنگ دندان نشان دادن تهدیدها و اعذارها و بازداشت خانواده‌ها در صدد به عقب راندن اعتراضات مردم و برگزاری این مراسم هستش و رژیم شمشیرهاش رو از رو بسته. امجد امینی پدر مهسا روز دوشنبه به اداره اطلاعات سرکز احضار شده و یک ساعت تحت بازجویی قرار گرفته. پدر مهسا تحت فشار قرار گرفته تا از برگزاری مراسم جانباختن دخترش صرف نظر کنه و اطلاعی اخیر در خصوص برگزاری مراسم رو تکذیب کنه. بازجویان اداره اطلاعات سقز امجد امینی رو تهدید کردن که در صورت هر گونه فعالیت، مصاحبه و سخنی از سوی او و خانوادهش در خصوص سالگرد فرزند دیگرش اشکان رو بازداشت خواهند کرد. طی ماه‌های گذشته خانواده امینی همواره در خصوص بازداشت اشکان تهدید شدند. مژگان افتخاری و امجد امینی مادر و پدر مهسا امینی شامگاه 17 شهریور با انتشار متنی اعلام کردند که در سالگرد مهسا بر آرامگاه او در آرامستان آیجی سقز مراسم سالگرد رو برگزار میکنند. دادخواهان به مناسبت سالگرد انقلاب مهسا در بیانیه اعلام کردند 25 شهریور روز مهسا یک روز تاریخی است. با اولین سالگرد مهسا امینی نزدیک می شویم، روزی که مهسا دختر جوان ما به سادگی توسط ماموران پلید گشت ارشاد حکومت کشته شد و فیلم آخرین لحظات جان باختن وی خشم مردم به جان آمده را به انفجاری بدل کرد. به دنبال قتل مهسا اعتراضاتی شروع شد که مردم از آن به عنوان انقلاب مهسا ژینا یاد می کنند. انقلابی که زندگی را طلب می کنه و فریاد از زن زندگی آزادی است. امروز یک سال از قتل مهسا امینی که اسم رمز اعتراض به حق ما شد میگذرد و پاسخ حاکمان به ما گلوله های آتشینی بود که صدها جوان عزیزمان را به کام مرگ کشاند و مجروحانی که چشمهایشان را از دست دادند و هزاران خانواده که به صف دادخواهان پیوسته ایم. بازماندگانی که دیگر زندگی برای ما جز دادخواهی معنایی نداره و همینک با نزدیک شدن به سالگرد انقلاب مهسا دستگاه امنیتی سرکوبگر اقدام به دستگیری، زندان و تهدید دادخواهان کرده. در حالی که ما عزیزانمان را از دست دادیم و دیگر حتی مرگ نیز برای من حراسی ندارد و شاید پاسخ مشترک و متعدانه خانواده های دادخواه به موج سرکوب جدید حاکمان بوده ایم که بین ما با تن بی جان جگرگوشه های من بردوش و شما با زندان ها و شلاق ها تهدید هایتان تنها یک جمله باقیست. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. همچنین به همراهی مردمی که هرگز تنهای ما نگذاشتن و با اشکال مختلف از ما حمایت و پشتیبانی کردند، توانستیم با همصدایی های من گوش دنیا را پر کنیم و اینک در نزدیکی اولین سالگرد روز مهسا شاهد صدور بیانیه از طرف سازمان عفو بین‌الملل بودیم که به فشارهای سیستماتیکی وارد اومده بر دادخواهان و ظلمهایی که در حق خانواده ها روا داشته می شود اشاره کرده و از اینکه حتی به سنگ مزار جانباختگان ریز نیز رحم نمی کنند. همچنین در بخشی از بیانیه فوق اومده ما می توانیم به قدرت اتحاد و همبستگی های من زندگی که از ما سلب کردن را از چنگال کثیف جنایتکاران سرکوبگر رها سازیم و تمام آمرین و عاملین کشتارهای چندین سالشان را به میز محاکمه و عدالت بکشانیم. 25 شهریور روز مهسا یک روز تاریخی است. روزی که عزیزان ما به پاس زندگی و به اسم رمز مهسا به خیابان آمدن و فریاد زن زندگی آزادی را سر دادن و ما نیز از این پس با قدرت اتحادمان 25 شهریور روز مهسا را به روز دادخواهی زندگی بدل خواهیم کرد. کارهایمان را تعطیل می کنیم و مزار و محل کشته شدن عزیزانمان را گلباران می کنیم. از همه انسانهایی که معنی زندگی را در آزادی می دانند می خواهیم با هر شکلی که می توانند این روز را به روز اعتراض سراسری بدل سازند.
با سر دادن شعر و ترانه و سرودهایی که یادآور عزیزان جانباختمان هست، یادشان را جاودانه سازیم و حق شادی رفاه را فریاد کنیم. دیوارهای شهر را از نام عکس عزیزان جانباختمان پر کنیم و هر کوی برزن صدای دادخواهی را به هر شکلی بلند کرده و خواب آسوده را از چشمان جنایتکاران قاتل برهانیم. بعد از روز مهسا هر روز سالگرد عزیزی در راز که یادآور اعتراضات به حق ماست. از همه تشکلها و نهادهای مدافع حقوق انسانی می خواهیم که روز مهسا را به روز همبستگی سراسری و دادخواهی زندگی بدل سازیم. ما جز زندگی چیزی نمی خواهیم و آزادی حق ماست و به قدرت اتحادمان پیروز می شویم. زنده باد انقلاب مهسا. در ادامه با سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و قتل مهسا امینی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت، ندای زنان ایران، انجمن برق و فلز کرمانشاه، نهاد دادخواهان، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای نقاشان البرز، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد به مناسبت یک سالگی انقلاب در بیانیه خود اعلام کردند زن زندگی آزادی و ساروز قتل مهسا امینی دوباره به خیابان ها میاییم. فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. روز 25 شهریور 1401 مهسا امینی توسط ماموران گشت ارشاد نیروی انتظامی به قتل رسید و قتل این زن جوان سرآغاز انقلاب عظیم و انسانی علیه هر گونه تبعیض نابرابری جنسی، جنسیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و مذهبی گردید. انقلاب زن زندگی آزادی برآمد بیش از 40 سال مبارزات مردم ایران علیه فقر، تنگدستی و انواع تبعیضات به ویژه تبعیض جنسی و جنسیتی و تمام قوانین ارتجایی ضد زن است که در این راه ده ها هزار انسان معترض آزادی خواه در زندان ها و یا و در دیگر میدان های مبارزاتی توسط حکومت به قتل رسیدند. ما تشکل های امضا کننده بیانیه اعلام می داریم که روز 25 شهریور، روز به قتل رسیدن مهسا امینی، تاریخ شروع انقلاب زن زندگی آزادی است. 25 شهریور نماد انقلاب زن زندگی آزادی و یاد همه جانباختگان راه آزادی طی 44 سال گذشته را گرامی می داریم. مسیحاً به خیابان ها بیاییم و این روز را به روز اعتراض سراسری خود تبدیل کنیم. بر مزار مهسا امینی جمع شویم و یاد او را گرامی داریم. با گرامی داشته یاد تک تک جانباختگان و با بلند کردن فریاد دادخواهی شعار زن زندگی آزادی را هر چه رساتر سر دهیم و با اعلام اعتصاباتمان شروع دوباره ای را رقم بزنیم. ما همچنین ضمن تاکید بر توقف اعدام ها و لغو مجازات اعدام، آزادی فوری همه بازداشت شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی، منشور خواستهای حداقل 20 تشکر را همچنان منشور اتحاد مردمی در انقلاب زن زندگی آزادی میدانیم. با قدرت مبارزمان 25 شهریور ساروز انقلاب زن زندگی آزادی را به روز تعطیل عمومی هر ساله خود و در فردای روز تبدیل خواهیم کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون فرارسیدن سالروز قیام زن زندگی آزادی بیانیه رو انتشار دادن و در این بیانیه اعلام کردن طوفان بزرگ تغییرات بنیادین در کشور به رغم هر درجه از فریب، رذالت و سرکوبگری حکومت در راست. قتل جنایتکاران مهسا امینی آغاز اعتراضات زیر رو کننده مردمی است. این خیزش یک واقعه مهم و سپری شده در سیر تحولات سیاسی کشور نیست، بلکه خیزشی رو به سوی انقلاب بزرگی است که در فراز و فرودهایش و به رغم سرکوب بی‌وقفه حکومت به پیشروی خود ادامه داده و علاوه بر به استیصال کشیدن حکومت در بازگرداندن جامعه به شرایط قبل از شهریور پارسال با ایجاد تکانهای شدید در کل صحنه تحولات سیاسی کشور، زمینه‌های مادی لازم را برای
شکل دهی به آلترناتیوی از پایین و متناظر با خواسته های آزادی خانه و برابری طلبانه زنان، جوانان، کارگران و عموم مردم ستم دیده ایران رشد داد. مردم فرمان تغییرات بنیادی را در کشور با قیام زن زندگی آزادی صادر کردند. آنها حق به خیابان ها بیایند و حکومت موجود را نخواهند. اعتراض و نخواستن یک حکومت بدیهی در این حق مردم است. دستپاچگی حکومت در گسترش دامنه سرکوب و دستیازی به جنایتکاران ترین و رذیلانه ترین اشکال برخورد با مردم معترض، زنان و جوانان، زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان قیام زن زندگی آزادی در روزهای نزدیک به سالروز آغاز قیام چیزی جز نمایش استیصال و درماندگی حکومتی مستبد و قرون وسطایی در مردمی به پا خواسته و مدرن آزادی خواه نیست. همچنین دادخواهان سیستان و بلوچستان در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی بیانیه‌ای صادر کردند. سالگرد قتل مهسا امینی رمز انقلاب یادآور جمعه خونین سیستان و بلوچستان است. قتل حکومتی مهسا امینی با موجی از اعتراضات در شهرهای شد و فریادهایی علیه تبعیض، ظلم و فقر مطلق در سیستان و بلوچستان به رنگ خونین جمعه سیاه زاهدان درآمد. سرکوب اعتراضات مردم بلوچستان آنچنان بیرحمانه و شنیع بود که منجر به کشته شدن بسیاری از مردم، حتی کودکان نوجوانان شد و بیخانمانی خانواده هایی را به همراه داشت که عزیزان و ناناورانشان وحشیانه در تیررس گلوله های جنایتکارانه حکومتی قرار گرفتند. پاسخ ما دادخواهان به همه ترفندهایی که تلاش می کند صدای دادخواهی مردم سیستان بلوچستان را در گلو خفه سازد همان است که همه دادخواهان در چند هفته اخیر در برابر سرکوب گسترده خانواده دادخواه گفته شد. بین ما با تن بی جان جگرگوشه های من بر دوش و شما با شلاق ها و زندان ها و تهدیدهایتان تنها یک جمله باقی است: قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان. ما به کمتر از محاکمه همه آمرین و آمرین کشتار عزیزانمان رضایت نخواهیم داد و همانطور که در کف خیابان فریاد زدیم از کردستان تا تهران اتحاد اتحاد، اینک نیز پاسخ متحدانه ما به سرکوبگران جنایتکارانه تنها نمی باشد. در سالگرد انقلاب یاد جانباختگان جمهوری سیاه و خدا نور و خدا نورها را گرامی می‌داریم. یاد سوختبران جانباختهی که به جای نان گلوله نصیبشان شد و یاد همه جانباختگان انقلاب را گرامی می‌داریم. همراه با دیگر خانواده های دادخواه و همه مردم در تمام شهرها به مبارزه بی امان خود ادامه می‌دهیم و فریاد می‌زنیم، نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. شورای اتحادیه های جهانی نگرانی عمیق خودشون رو از تشدید اقدامات سرکوبگرانه به ویژه در نزدیک شدن به سالگرد قتل ژینا امینی در 16 سپتامبر علیه معلمان، روزنامه‌نگاران، فعالین اتحادیه کارگری، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زنان ابراز کردند و اعلام کردن ما این سرکوب در ایران رو محکوم میکنیم و فورا خواستار توقف فوری این سرکوب ها هستیم، چرا که توانمندسازی تشکل‌های صنفی برای دفاع و حمایت از حقوق کارگران سنگ بنای هر جامعه دموکراتیک است. شورای اتحادیه جهانی همبستگی خاص خودشون رو با مدافعان حقوق زنان در مبارزه برای یک جامعه دموکراتیک سکولار ابراز کردند و همچنین اعلام کردن ما در تعهد خود به دفاع از حقوق کارگران، زنان، معلمان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان در ایران و سرتاسر جهان متحد هستیم. عفو بین الملل در بیانیه‌ای در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی با اشاره به کشتار صدها معترض و شکنجه، تجاوز و بازداشت ده ها هزار نفر دیگر در ایران در یک سال اخیر از جامعه جهانی خواست برای مقابله با مسنونیت مقام های جمهوری اسلامی راه‌های موجود را برای اجرای عدالت پیگیری کنند. عفو بین الملل در بیانیه خودش اعلام کرد سالگرد خیزش زن زندگی آزادی یادآور مهمی برای کشورهای جهان است تا درباره جنایت‌های وحشتناک مقام‌های ایران تحقیق و تفحص را آغاز کنند.
این سازمان خاطر نشان کرد با وجود اعتراض های یک سال اخیر در ایران علیه حجاب اجباری، مقام های حکومت باز هم گشت ارشاد را احیا کرده و برای محروم کردن زنان از حق پوشش اختیاری بسیاری اقدام های دیگر از جمله توقیف خودروها، اخراج از کار تحصیل، زندان، جریمه و تنبیه های تحقیرآمیز را اعلام کردند. در حمایت از ساروز انقلاب زن زندگی آزادی، فراخوان طوفان توییتری از طرف تشکل‌های دانشجویان پیشرو، نهاد آزادی خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزاد اندیشان جند شاپور، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، نهاد مستقل دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، نهاد اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج اعلام کردند تا پیروزی فریاد میزنیم زن زندگی آزادی. صدای ما دوباره به گوش دنیا خواهد رسید. صدایی که سعی کردند که آن را به خاموشی بکشانند. صدایی که ندای امید میلیون ها تن برای یک زندگی لایق منزلت انسان در ایران شد. ما دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور، مردم سراسر ایران و جهان را دعوت می‌کنیم در ادامه یک سال مبارزه در ابعاد مختلف در جریان انقلاب زن زندگی آزادی و هفته‌ها اقدام اعتراضی در راستای فراخوان 25 شهریور برای حضور در خیابان‌های ایران جهان در شبکه‌های اجتماعی از زن زندگی آزادی بگوییم و از مهسا ژینا امینی یاد کنیم. آغاز این طوفان توییتری روز پنجشنبه 23 شهریور ساعت 20 به وقت ایران هستش که با هشتگ‌های زن زندگی آزادی Woman Life Freedom مهسا امینی آغاز خواهد شد. و امروز چهارشنبه 22 شهریور ما مصادف با سومین سالروز قتل دولتی جاوید نام نوید افگاری هستش که در پی اعتراضات مرداد ماه 97 بازداشت و به تام واهی محاربه به طور ناگهانی و بدون آخرین دیدار با خانواده اعدام شد. سعید برادر نوید میگه 3 سال پیش این ساعتها برادر کوچیکم به هم زنگ زد. به هم گفت هیچ نگران من نباشی. قطع کرده رفت. سعید با نوشتن این جمله و انتشار این فایل صوتی نوشت بخشی از دادگاه برادرام به قضاوت مرداد تهمتن و وحید اسدی که قبلتر نتوانسته بود این منتشر کنیم رو امشب میگذارم. نوید جونش رو داد تا فساد این سیستم عظیم به نام قوه قضایی جمهوری اسلامی رو روشن‌تر از قبل کنه و به قول خودش حالا از شما میخوام که ببینی تو قضاوت کنید. با هم این فایل صوتی رو بشنویم. بگردید دنبال حقیق من. ببرید من خود رو میخوام. بذارید من حقیقت روشن کنم. نماینده دادگاه من سرش تو گوشیشه. ایشون هم داره کاملا جانب دارانه به من بخش بدید تا حقیقت باید هر جای حق به من نامعقول دروغ غیر منطقی هست به من قرائت یه چیه چی به من گفت و اصلا اونجوری حتما فرار کنم. خب نکنم. خلاف قانون عمل کنم. آیا قانون دوبار بیکار بوده؟ جواب تو وقتی عمل کردی اتفاق نیفتاد من باید بگم. من وقتی در سرمایه من سرمایه چقدر هزینه بله من از پول کارگری میدم این رو جواب بدید. از چی میدارید این رو بحث نمی کنید؟ سوال من جواب بدید. خب چرا بس نمید؟ دلیلش رو من بدید. بودجهش تامین نشد. جواب سربالا شاهد اون نه. بودجهش من میگم. شما دارید جلو و نزدیک 20 آسان آقل بالا دارید دروغ میگید. مگه نمیگید حق داره برگه الان بذار به فرمانده. من میخوام همه چه قانون پیش بره. دیگه چی رسیدی نمی کنید. شهیده کنم که این فرمانده همچه قانون میکنم نبیش. در اینجا توجه شما رو جلب میکنم به دیدن کلیپی از جانباختگان انقلاب و بعد از دیدن توجه شما رو جلب میکنم به چند اخبار از وضعیت زندانیان سیاسی.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اسماعیل عبدی در سابق کانون صنفی معلمان تهران روز سه‌شنبه پس از نزدیک به 9 سال از زندان با مرخصی اومد. روز سه‌شنبه 21 شهریور طاهر سلطانی ورزشکار اهل سقز توسط نیروهای اداره اطلاعات در محل کارش ربوده شد و تا به حال از وضعیتش اطلاعی در دست نیست. در ادامه پرونده سازی ها برای معلمان، شیران یوسفی دبیر فیزیک دبیرستان های سقز با 23 سال سابقه تدریس، طی پرونده سازی و شکایت حراست شهرستان استان با صدور حکمی کاملا غیرقانونی که از سوی هیئت بدوی تخلفات اداره کل آموزش پرورش کردستان صادر و به بازنشستگی اجباری با کسر 2/3 گروه محکوم گردید و هیئت تخلفات وزارت آموزش پرورش این حکم رو عیناً تایید کرد و از سازماندهی وی برای سال تحصیل جدید ممانعت به عمل اومد و همچنین دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات در اقدام هماهنگ برای خاموش کردن صدای آتکه رجبی معلم معترض با پرونده سازی های جعلی علاوه بر تحمیل حکم حبس در تلاش هستن ایشون رو اجباراً به بیمارستان روانی بفرستن و تحت مداوای مد نظر خودشون قرار بدن. نهادهای امنیتی در سالهای گذشته نیز با بستری کردن اجباری زندانیان سیاسی شرایط بسیار سخت و گاه کشنده‌ای رو بر اونا تحمیل کردن. چند روز پیش دادگاه معلم اخراجی در حالی برگزار شد که قاضی بدون ارسال ابلاغیه و دادن مهلت قانونی برای حضور در دادگاه تنها به تماس با وثیقه گذار بسنده کرده و در حالی که فرصت مطالعه پرونده به وکیل ایشون داده نشده بود جلسه دادگاهی برگزار کردید و متقاضی به آن بلافاصله حکم زندان را برای آتکه رجبی صادر کردند. مسئولین زندان اوین، رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را به دلیل اعتراض به انتقال کیوان معتدی به سلول انفرادی ممنوع تماس کردند و همچنین از اعزام مطلب احمدیان زندانی سیاسی در زندان اوین با بهانه های مختلف از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری کردند، در حالی که در وضعیت نامناسبی به سر میبره و نیاز به عمل جراحی و درمان تخصصی داره. مسئولین زندان اوین در آستانه فرارسیدن سالگرد خیزش زن زندان فضای زندان اوین رو به شدت امنیتی کردن و تمام همه قمان ها سرکوب صدای زندانیان سیاسی به هر دلیلی می باشه و تا به تحمل هیچ اعتراضی از سمت زندانیان رو نداره و اونها رو به بهانه های واهی به سلای انفرادی انتقال و یا ممنوع تماس می کنن و یا از ادامه درمان اونها جلوگیری می کنن. جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطر هستش. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محاربه و اعدام رو تهیه و منتشر میکنه. این لیست هفتگی به روز میشه.
از تک تک شما انسان‌های آزادی‌خواه می‌خوام که کمک کنید تا مانع اعدام جوانان و مردم معترض جامعه به هر شکل و طریق ممکن شوید و صدای فریاد آزادی این زندانیان سیاسی باشید. نوشته ای رو از سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق که در حال حاضر در تبعید در شهر برازجان به سر میبره، برای شما میخونم در توصیف وضعیت و روحیه زندانیان سیاسی. پشت دیوارهای این بندها دادخواهان بسیاری در حال تلاش برای حفظ روحیه خود و همبندیانشان هستند و آنچه امید بخش است روحیه بالای مبارزان و همبستگی بین آنهاست که امیدواریم در همه جا این اتحاد تقویت شود. روحیه بالا و همبستگی زندانیان سیاسی بسیار امیدوار کننده است. همین همدلی رو در خیابانها و در اعتراضات هم دیدیم. مردم برای ایجاد تحولات مثبت مصمم شدند و نوروز واقعی روزهای نو خوب رو به زودی می سازند. امیدواریم این آخرین سالی باشد که عزیزانمان در بند هستند. امیدواریم که سالهای اعدام و شکنجه را هر چه زودتر و با اتحاد و رزم مشترکمان به پایان برسانیم. سر میاد زمستون. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودین. اخبار و گزارشات رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه میکنید و همچنین از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال کنید و شما هم صدای زن زندگی آزادی باشید، صدای زندانیان سیاسی باشید. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی، برای شما بهترین را آرزو می کنم.